در مورد آرایه ها صحبت کرد. خب آرایه ها چی هن؟ ببین اولا شما حالا این رو نشنیده میگیری از من، مجبوری که آرایه ها رو صدا بزنی، مجبوری بیای حالا از اون رو بهت گفتم آرایه ها یا در واقع کامپلکس هستن یا پیچیده هستن، مثلا متغیر پیچیده هستن، شما از اون رو استرینگ داریم آرایه. بله از نوع استرینگ داری، از نوع بایت دارید، بله از نوع اسمال داشتی یا شورت، حالا یادم نمید شورت بود چیز شورت داشتی، چرا شورت شورت هستش، اسمال مال دیتابیس، من این دوتا رو همیشه اشتباه شورت داشتیم، اینت داشتیم دیگه، فلوت داشتیم، دابل داشتیم، لانگ داشتیم، کر داشتیم، بولین داشتیم. اینا متغیر ساده ای بودش که ما میومدیم استفاده میکنیم توی جاوا. خب اصلا تو پی اچ پی کله ها همه اینا میشن دوتا، یا میشن استرینگ یا میشن عدد. خب کلا تو پی اچ پی دوتا متغیر داریم بینشه. حالا توی مثلا پایتون از نوع عددی و از نوع استرینگ داریم، ولی یه مدل متغیره جدید هم هستش که دیگه توی مدل های دیگه نیست. مثل چی؟ مثل لیست، مثل دیکشنری، مثل تاپل دیگه، مثل ست. اینا یه سری موارده دیگه که توی مثلا پایتون تعریف شده، متغیره هست که پایتون تعریف شده ولی زبانه دیگه نیست، واقعا توی جاوا نداریم ما لیست یا مثلا دیکشنری. اون لیستی که فکر میکنیم با اون لیستی که توی پایتون هست فرقی، دیکشنری یا تاپل لیست قضایشون فرق. حالا بمانن مثلا چرا رفتون پایتون. پس ما متغیره که داشتیم تا الان یاد گرفتیم استرینگ بوده، بایت بوده، شورت بوده، اینت بوده، فلوت بوده، دابل بوده، لانگ بوده، کر بوده، بولین، درسته؟ غیر از این نبوده. منم غیر از این بگیرم کنم درس رو بشم هستا درس نده ممکنه حالا مثلا بریم دوره تر مخواهیم شروع کنیم. خب ما در واقع متغیره از نوع آبجکت هم داریم، حالا برم در موردی صحبت. خب من اومدم اینها رو گفتم، اینها میتونه تبدیل به آرایه هم بشه. آرایه چیه؟ اری در واقع مجموعه از در واقع اینها بشن. یعنی چی مجموعه؟ یه دارم مثال ساده میگم. پینت رو باز بکنیم ببین، اگر بیایم توی حالا پینت و من این رو چرا بکنم، خب حالا مثلا 1000 در نظر میگم، اگر این رو رم در نظر بگیری، همون رندوم اکسس مموری، سخت هم از توش نوشتن، شما میتونی بیا یه دونه آرایه تعریف بکنی. حالا مثلا شما میمونی یه متغیر تعریف میکردی به نام x، درسته؟ بله. یه ولیو هم توش داشت مثلا 10، حالا یه آدرس حافظه ای هم داره، مثلا یه امپرسان میذاره، مثلا یه 0 x، مثلا f f ای این هم آدرس حافظه شد، اصلا کار نداره. چی؟ مثلا یه متغیر رو تعریف میکردیم مثلا به نام فرست نیم، مثلا فرست نیم، درسته؟ مثلا این مقدار به صورت استرینگی توش بود، مثلا تو رچ. علی ولی میخوام متغیری بیم تعریف بکنیم به نام آرایه ها یا اری، که مجموعه ای از اینها رو داشته باشه. مجموعه یعنی چی؟ مثلا من میام برمیگردم میگم string و میام یه دونه براکت میذارم و حالا یه اسمی براش میذارم، مثلا به نام دیتا. فقط مشکلی که داره باید شما این رو، چون این از یه نوع کلاسه، این رو باید نیو بکنی. حالا کلاس چیه؟ بعد از که مقدماتی رو گذروندیم یاد میگیریم، اینجا باید نیوش بکنی. این نیو یعنی چی؟ اصلا نیو جا نمیشه، اینجا نمیستم بعد از اصلا سرینگ
که باید چیزش هم مشخص بکنید، تو این براکت باز هست طولش رو مشخص، یعنی چند تا میخوای متغیر رو، مثلا من میذارم 5 تا، بعد 5 تا میذارم میاد اینجا به این صورت، من حالا فرضی واقعا نمیذارم تو رم چه اتفاقی میفته، میاد اینجا 5 تا چی درست میکنه، 1 2 3 4 مثلا 5 5 تا، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 درسته؟ 5 تا الان اینجا من نوشتم 5، اومد 5 تا در واقع اومده چی داده؟ آرایه درست کرد به نام دیتا، چی داره؟ 5 تا آدرس حافظه داره، یا 5 تا حالا ما فرض کنیم میگیم خونه، 5 تا خونه داره تو حافظه، چرا؟ چون من گذاشتم این رو 5، درسته؟ فهمید شو؟ خب 5 تا خونه رو اومده گرفته تو حافظه که هر کدومشون هم یه آدرس حافظه دارن، و از همه مهمتر وقتی شما نیو میکنی این رو تو ذهنت بسپار، حالا من جلسه پیش زیاد در مورد صحبت نکردم چون آخر جلسه بود دیگه نمیخواستم زیاد درگیرش بشم، وقتی نیو میکنید یعنی عملا دارید برمیگردید میگید که من میخوام یه قسمتی تو حافظه رو برای خودم تخصیص بدم، خب بخونید در موردش، نیو کردن یعنی چی؟ من یعنی قسمتی از حافظه رو میخوام مال خودم بکنم، خب این نیو یعنی، بعد دارم میگم 5 تا، 5 تا قسمت از یه حافظه رو میخوام مال خودم بکنم، که استرینگ چند بایت؟ عمره یادت نیست، 4 بایت، خب 5 تا 4 بایت میشه چقدر؟ 20 بایت شما در واقع با این دستوری که نوشتید مال خودتون کردید، مال این متغیر کرده، یعنی این متغیر دیتا که از نوع آرایی ازش 20 بایته، خب؟ بله، که هر کدوم از اینا 4 بایت هم، درسته؟ خب پس میتونه توش کلی کاراکتر قرار بگیره، اینم از فقط مدلی که من میتونم توش بریزم، چند مدله یا اصطلاحاً چند مدل میشه اینیشالایزش کرد این دیتاه، چون اینجا میبینی از نوع براکت گذاشتی میتونی اصطلاحاً روش شناور باشی، مثلا من برمیگردم میگم دیتا صفر دقیقا اشاره میکنه به خونه صفر، اگر بگم در ببین آرایه هم از صفر شروع میشه، من حالا 1 2 3 4 5 گذاشتم، فقط در واقع مسئله این بودش که شما بدونی 5 تا خونه است، وگرنه آرایه ها از صفر شروع میشه، 0 1 2 3 4 5 تا خونه هست ولی از صفر شروع میشه، اصلا قانون آرایه هاست، آرایه ها تو همه زبان ها از صفر شروع میشه، هیچ فرقی هم نداره، من ندیدم آرایه از یک شروع بشه، حالا شاید زبان خاصی باشه که مثلا بخواد این آرایه ها، من ندیدم اصلا زبان خاص هم ندیدم، کلی زبان کار کردن همش از صفر شروع میشه، پس یعنی دیتا صفر یعنی اشاره میکنه به خونه یکم، حالا دیتا یک اشاره میکنه به خونه دوم، یا دیتا در واقع درست دیتا یک اشاره میکنه به خونه دوم، دیتا دو اشاره میکنه به خونه سوم، یعنی یه دونه جلوتر اصطلاحا، تو مغزت اینجوری تشکیل بشه که شما وقتی آرای میای یه دونه در واقع آرای توی رم درست میکنی، حالا از هر مقداری که شروع میشه میاد از خونه صفرم شروع میشه، 0 1 2 مثلا 3 اینجا حالا فرض کن 4، که هر 4 تاشون هم از یه تایپ هم تایپشون string، درسته؟ بله. خب اگه ببینیم من بد خط نویسم، یک به خاطر اینکه من چپ دستم مجبورم رو راست دست دارم چیز میگم، من چپ دستم، من چپ دستم به خاطر همین اگر میبینی اینقدر خرچم قورباغه میشه، من دست خطم خوبه بعد نیست، آره نه بعد اینکه از من قلم الکترونیکی هم ندارم با موس دارم می‌نویسم، حالا امیدوارم که فهمیده باشی مفهوم رو، آره. خب بریم نحوه تعریف کردن آرایه ها رو ببینیم توی پایتون، خب توی پایتون وقتی آرایه این شکلی تعریف میشه واقعا تو سی شارپ هم همین شکلیه، فرقی نداره، توی سی هم تقریبا همین شکلیه، یه کوچولو فرق میکنه، ببین این قیافه هاشو تو زمانهای مختلف فرق میکنه، مثلا تو پی اچ پی کافیه که شما اینجا مثلا مثل دیتا مساوی مثلا دو تا براکت بذاری، این توی پی اچ پی یعنی اینکه آرایه تو تعریف کرد، فهمیدی؟ بله.
ولی خب توی جاوا فرق میکنن. تو جاوا مثلا شما باید بیاید اول تایپ رو مشخص بکنید. من میگم string براکت یعنی اینکه میخواد از نوع آرایه باشه. میگم دیتا نیو string. میگه خب چند تا میخوای خونه حافظه رو به خودت اختصاص بدیم؟ من میگم 5 تا. خب الان چه اتفاقی میفته؟ من یه دیتا صفر دارم، یه دیتا یک دارم توی حافظه، یه دیتا دو دارم، یه دیتا سه دارم و یه دیتا چهار. فهمید شد؟ الان آمدن گفتم پنج تا خونه دارم، در واقع از صفر شروع میشه. نه پنجمی نیست، از صفر شروع میشه. صفر میشه صفر، یک، دو، سه، چهار، ناکن میشه پنج تا دیگه، درسته؟ از صفر شروع میشه. خب حواست باشه. اصطلاحا ما میگیم اگر این باشه n، تعداد خونه ها اینجوری هستش، از صفر تا n منهای یک. فهمیدی؟ یعنی اگه هست پنج، تعداد خونه ها از صفر هستش تا چهار. n منهای یک میشه پنج، منهای یک میشه چند؟ چهار. خب حالا این شکلی تعریف میشه. من میتونم بیام اینجا دونه دونه مقدار دهیش بکنم. حالا خالیه، یعنی اصطلاحا من اومدم این رو تعریفش کردم. ریزرش رو بیخیال با نه این فوتوشاپ نیست که این کار رو خیلی بکنیم یاد چیزی دیگه. این اسکیلش رو باید تغییر بدیم. بیایم اینجا نگاه کن چیکار می‌خواستم بگم یادم رفت. آها این توی رم که چقدر براشش کوچیک شد. وقتی توی رم من حالا اومدم گفتم 5 تا، حالا فرض کن از این خونه شروع بشه، الان دیتا چقدر قشنگ می‌نویسم. دیتا صفرم الان مثلا میخوام توش یه مقداری بریزم. فرض کن تست. چرا میتونم فقط از نوع استرینگ بنویسم؟ آرایه رو شما اگه از نوع استرینگ تعریف کردید باید حتما از نوع استرینگ توش ریخته بشه. خب مثل پی اچ پی و پایتون نیستش بچه خوبی باشه خودش در واقع بیاد آپدیت بکنه و حالا مقدار مختلف مثلا شما میتونید توش بدی. حالا قضیه لیست، مثلا لیست ها میتونه هر نوع عدد، هر نوع تایپ توش باشه، عدد باشه، بولیان باشه، استرینگ باشه، اون اوکی. حتی لیست تو لیست باشه. نمیتونم حالا بیام به بحث چیز رو بگم. حالا اینجا پارت هاست رو نمیگه، اونجا وقتش هم نیست. ولی اینجا نگاه کن، شما از نوع استرینگ هستی حتما باید از نوع استرینگ توتون ریخته بشه. یعنی شما نمیتونی بگی 10 اینجا بذاری چی میگه؟ برمیگرده میگه بابا تو چی هستی؟ تو ریکوایر در واقع چیزی که الزامی هستش تایپت از نوع استرینگ که تو داری برای من مهیا میکنی از نوع عددی، میگه تو داری عددی تو من بریزی، در واقع داره بهت میگه. پس شما میتونی در واقع از نوع استرینگ بریزی. این چیزی که اینجا هم اتفاق میفته همینه. حالا مثلا دیتا یک چیه؟ دیتا یک مثلا من 5 تا چیز دارم دیگه، 5 تا عدد دارم، 5 تا در واقع خونه دارم. میتونم اینجا مثلا یه چیز دیگه بریزم. این یکی دیتا چقدر سخته. دیتا دو مثلا یه چیزیه، دیتا سه یه چیزیه، دیتا چهار یه چیزیه. آیا دیتا پنج دارم؟ نه دیتا پنج ندارم. اگرم تعریف بکنم برمیگرده میگه این چیه تعریف کرده. من میام اینجا میذارم، اینجا کنترل دی من میذارم و این رو یک میدم، این رو میذارم مقدار مثلا این صورت، این رو میذارم دو، این رو مقدار این صورت و این رو میذارم سه، این رو میذارم به این صورت و این رو میذارم چهار، این رو میذارم به این صورت. حالا کافیه اینجا من برگردم بگم سویوتی
برگردم بگم دیتا صفرم، دیتا یکم، دیتا دوم، دیتا سوم و دیتا چهار. هر چهار تا شو استلام ما اینیشیالایز کرد. 5 تا در واقع خونه بوده، 5 تا خونهش رو من توش ریختم. حالا کافیه که اینجا من شیفت آلت و F10 رو بزنم. کنترل شیفت F10. می‌بینید که هر 4 تاش رو در واقع اومده برام، هر 5 تاش رو اومده نمایش داد. درسته. حالا اگه من بیام اینجا برگردم بگم که من می‌خوام دیتا خونه ششم خودم بریزم، ببخشید دیتا پنجم، و بذارم توش تست، هیچ جیرادی هم نمیگیره. خب کافیه اینجا برگردی بگی که 5. ما الان این خونه چی شد؟ از رنج ما زد بالا. الان من 6 تا خونه دارم، 1 2 3 4 5 6. حالا این بزنم چه اتفاقی میفته؟ نه ببین چه ایرادی میگیره. برمیگرده میگه که ببین دوست عزیز، تو این مقداری که گذاشتی این آرایت چقدر بوده؟ در واقع 5 تا. شما اومدی چیکار کردی؟ اینجا بزنی میاد بهت روی این، روی این ارورت کلیک بکنی میاد بهت برمیگرده میگه که چیه قضیه؟ شما اصلا خونت 5 تا است، اومدی چند تا گذاشتی؟ 6 تا. 6 تا پارامتر تعریف کردی. نمیشه. آوت آف رنج داد در واقع. یعنی اومدی شما از رنج که تعریف کردی زدی بالا. خب اینا مقدمات در واقع چی بود؟ این به این حالت اینیشیالایزش کرد. آیا جورای دیگه هم میشه اینیشیالایزش کرد؟ بله. تو نیاز نیست اینجوری اینیشیالایزش کنی. اینیشیالایز مقدار اینیت، اینیت، اینیت لایز. حالا من دارم اشتباه می‌نویسم. اینیتی، اینیتی دی‌آی‌زی اینجوری نوشته میشه اگه اشتباه نکنم. بذار من اشتباه دارم می‌نویسم. اینیشیالایز بهش میگن. خب این بیا اینجا اینا اینیتیالایز یا اینیشیالایز بهش میگن. آره اینیشیالایز بهش میگن. اینیشیالایز میکنه یا مقدار دهیش میکنه. خب اینیشیالایز کردن یعنی چی؟ یعنی حتما مقدار دهیش بکنه از همون حالا مقداری که میتونی اما اول بده. نه که من اومدم اینجا الان اینا مقدار دهی نکردم. خب بریس باز بسته میذارم به تعدادی که اینجا هستش میتونم توش مقدار بذارم. میذارم تورج مثلا، ایرج، آرش، علی، کریم مثلا. الان 5 تا خونه هم پر کردم دیگه، درسته؟ درسته. 0 1 2 3 4 و 5. خب یه اروری داره برمیگرده، داره برمیگرده میگه که من انتظار داشتم که اینجوری تعریفش نکنه. خب راست هم میگه. نگاه کن اینجا وقتی که میخوای به این صورت تعریف بکنی باید بیا اینجوری تعریفش بکنی. خب الان داری میگی که استرینگ در واقع دیتا تورج و چه میدونم ایرج و آرش و علی و کریم، در واقع داری اومدی یه آرایه تعریف کردی که داری توش مقدار میریزی ولی تهش اصطلاحا ما میگیم بازه، یعنی هر چقدر دلت بخواد میتونی توش بریزی دیگه، تعداد نداری. درسته؟ الان شیفت آلت اف 10 رو بزنی میاد برات به تعدادی که توش ریختی میاد برات چاپ میکنه. میبینی؟ خب اینم یه مدل اینیشیالایز کردن یا اینیت کردن. این تهش ما میگیم در واقع شما میتونی دیتا همینجوری هر چقدر دلت میخواد بریزی، ولی این یه مدله، یه مدل اینیشیالایز کردنه. یه مدلی که دیگه در واقع ما میایم ازش استفاده میکنیم تو کارامون همین بود که این باید حتما سرترش رو مشخص کنی، 5 تاست، 10 تاست، 20 تاست، چند تا میخوای توش مقدار دهی بکنی. خب این یه مدل بود که میبادیم مثلا میگفتیم دیتا 0، دیتا 1، دیتا 2، دیتا 3. درسته؟ خب یه مدل هم که اومدیم اینجا گفتیم مثلا به این شکل بشه، آیا مثلا شدنی هستش یا نه، که این داره به ما این ایراد رو میگیره، میگه که اینجا داری این رو تعریف میکنی. در واقع این مدل رو توی خدای سی شارپ اگه اشتباه نکنم میمونه تعریف کردیم. بذار من یه جداگونه بگیرم اگر هم یه هاتو اینیش اینیت مثلا
مدل های مختلف اینا تو استک اوورفلو ببین سرچ میکنی یا بعضی وقتی سری چیزا رو گیر میکنی، حالا مثلا استک اوورفلو اومده گفته این یه مدلی میبینی؟ بله 660 هم بهش جواب مثبت دادن. جاوا اینجوری اینیشالایزش نمیکنن، این مدلی که اینیشالایز کرده آه این درست میگه اگه تو میخوای اینیشالایز بکنه اریو در واقع آرایه ها رو، میگه مثلا میگه این براکت باز و بسته دیتا این به این صورت، خب یا به این صورت، میبینی اینجا گذاشته. وقتی ما میخوایم اینجوری بذاریمش دیگه براش چی مشخص میکنیم؟ تعداد. حالا مثلا من میگم تورج، مثلا بیرج، مثلا آرش، علی و کریم، به این شکل شیفت آلت اف ده رو میذارم برام هم همه رو بیاد چاپ کجا؟ جویی؟ آره نه دیگه این مدل که داریم اینجوری میذاریم نیاز نداره که مثلا سر تهش مشخص بشه، اینجا خودش میفهمه دیگه، میبینه تو 5 تا خونه رو استفاده کردی یعنی آرایه 5 تا. حالا اگه من میذاشتم 6 تا مثلا تست رو هم میذاشتم ایراد نمیگیره، میبینی الان میذارید هیچ ایرادی نمیگیره و شما فراخونیش هم نکردی. الان میتونی برگردی بگی که خونه پنجم رو هم به من نمایش بده. خونه پنجم توش چیه؟ میبینی اومد برامون نمایش شد. سه مدل تونستیم مقدارده بکنیم، کدومش استفاده میشه تو پروژه؟ حالا اینه که من دارم میگم واقعا تو پروژه شاید خیلی کم پیش بیاد استفاده میشه، من دارم آموزش میدم، شما باید یاد بگیری. الان مثال های مختلف رو میام، حالا مثال های متفاوت رو میام پیاده میکنیم و شما باید یاد بگیرید که آرایه چی هست، چجوری ازش استفاده میشه و به درد جلوتر همون میخوره. مثلا ما بخوایم تو اندروید استفاده بکنیم، مثلا این دفعه آرایه رو دیدیم و میفهمیم آرایه یعنی چی، قراره که سری دیتا ها توش ریخته بشه و ازش به موقع استفاده بشه. پس یادگیری است، ساینس است، در واقع شما داری علمی رو یاد میگیری که بعدا بخوای ازش استفاده بکنی. خب اینم اومدیم اینجا و به این شکل دیدیم و کاملا هم درست. البته یه مدل دیگه هم بود که اونو ننوشته، این هم همون رو گفته. آها این مدلی بود که من گفتم، میگه وقتی تو میخوای کرییت بکنی یه اری رو از در واقع سایز 10 الوکیتش بکنی، میبینی فرام شروع میشه از 0 تا چند 9 و میگه به وسیله فور هم میتونی چیکار بکنی، دیتا ها رو بیای نمایش بده. حالا ما میایم از فور استفاده میکنیم و این کار رو انجام میتونی. تو استک اوورفلو خودتون برید اکانت بسازی، خب یکی اینجا یه سوال میکنه بری جوابشو بدی، خیلی بهت کمک میکنه. اون طرف اگر بخوای بری یه روز ساکن بشی ببینن مثلا تو برنامه نویس هستی و تو استک اوورفلو چیز نداری، اکانت نداری، شاید مزیت یه مزیت رو از دست بدی، یه مزیت نه که الان من میخوام بهش چیز مثبت بدم، در واقع پوینت مثبت بدم، میگه بعد اکانت در واقع گوگل تا الان مثلا هر چی که داری بیای تو بتونی امتیاز بدی. حالا من نمیخوام وارد بشم امتیاز بدم، حالا نکن به این شکل. پس آرایه رو فهمیدی به چه صورت هست، به سه صورت هم اینیشالایزش کردیم، کدومش برای ما مهمتر هم مدل اولی که گفتم. توی کارمون ما بیشتر از کدوم استفاده میکنیم؟ مدل اول. آره هر سه تا چه یاد بگی؟ چرا؟ متد فور میمونه دیگه، اون اینتش که در آوردیم از مدل. آره مدل، ببین من مدل مختلفو دارم بهت میگم. خب حالا اگه کاربرد داری ببین مدل مختلفو دارم بهت میگم، فردا یه دفعه دیدی یک جایی دارن این رو مینی ویز یه جوری دیگه نوشتن، گیج نشو بگی خدا این چرا این شکلیه. نه اینم همون تعریف کردن آرایه است، این نوع مدل دیگه‌ش. بله اوکی.